با ادامه محور خوش آمدید. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده است که از ماه جنوری تا جولای سال 2024 میلادی با 13.4 میلیون تن در افغانستان کمک‌های بشردوستانه را ارائه کرده. با گفته اوچا از این میان 9.3 میلیون تن کمک‌های خوراکی دریافت کردند. همزمان با این وزارت اقتصاد است نهادهای مددرسان می‌خواهد تا افزون بر ارائه کمک‌های فوری در بخش‌های زیربنایی نیز کمک‌هایشان را اختصاص دهند. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگوید که به 13.4 میلیون نفر در افغانستان در 7 ماه نخست سال روان میلادی کمک‌ها را ارائه کردند. با گفته این نهاد بخشی از کمک‌های ارائه شده اوچا از بودجه سال 2023 میلادی تأمین شده بود و در حدود 9.3 میلیون افغان در همین ماه کمک‌های خوراکی را دریافت کردند. در بخشی از گزارش اوچا آمده که تا 28 جولای 2024 میلادی 735 میلیون دلار بودجه را دریافت کردند، اما 2.3 میلیارد دلار که 76% است از این بودجه را دریافت نکردند. افغانستان با داشتن میزان بلند بیکاری و فقر نیازمند کمک های جامعه جهانی است و کمک های جامعه جهانی در دو سال گذشته دانسته که ثبات نسبی را در اقتصاد افغانستان به میان بیاره و همچنان از افزایش میزان فقر و بیکاری در افغانستان بکاهد. در همین حال وزارت اقتصاد از نهادهای مددرسان می‌خواهند که به دلیل کاهش فقر و رشد اقتصاد افغانستان کمک‌هایشان را در بخش‌های زیربنایی اختصاص دهند. جلوگیری از فقر و بیکاری با تمرکز به سکتورهای اشتغالزایی و تولیدی می‌باشد که در اولویت کاری ما قرار دارد. حمایت جامعه جهانی از برنامه‌های اقتصادی و کمک‌های انکشافی در سکتورهای مختلف می تواند فرصت های کاریابی را مهیا نموده سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم ما گردد. همزمان با این شمار از باشندگان پایتخت نیز از نهادهای مددرسان جهانی می خواهند تا به ارائه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه دهند. به گفته آنان در فصل سرما خانواده های نیازمند در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به کمک ها نیاز دارند. تا رو یک قرن به ما کمک نشد از سویانی بدر باید دولت به ما کمک کنه اینا به ما کمک کنه نو جان ولی هفته سه سال ما خود من کار میکنم یک چیزی کمک برای ما دولت بکنه ما غریب هستیم خانه کرایه است ما 2000 2500 پا کرایه میتیم دیگه هیچ واسط ندارم دیگه این کارگر خودم است 8 نفر نان خور هستیم در خانه. این در حال است که شاخص جهانی گرسنگی در گزارش سال 2024 میلادی افغانستان را در جایگاه 116 از میان 127 کشور رتبه بندی کرده است. در این بخش از محور در رابطه با کمک‌های بشری سازمان‌های جهانی به ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان بیشتر صحبت می‌کنیم با مهمانانم آقای میر شکیب میر که از طریق خط اسکایپ وصل هستند و همچنان آقای شاکر یعقوبی آگاهان اقتصادی که اینجا در سیدی حضور هستند. خیلی خوش اومدین. سپاسگزار حضورتان. یعقوبی سه بجاده با شما آغاز بکنیم که بحث‌های زیاد در خصوص کمک‌های بشری داشته ایم ممنون که شما هم حضور داشتین. ولی می‌بینین با این همه کمک‌های هنگفت سازمان ملل متحد در افغانستان هنوز هم در زمره از کشورهای فقیر جهان قرار داره. به نام خدا با سلام بر شما میمون شریک در بس همکارای تکنیکیتون بیننده عزیز. خب از اونجایی که گزارش هم داشتین در این مورد که دیدیم که وضعیت بحرانی بشری در افغانستان تغییری که ما انتظار داشتیم پیدا بکنه در طول این 3 سال با وصف همه کمک‌های که سوی آدرس‌های مختلف جهانی صورت گرفت متاسفانه به او حد انتظاری که داشتیم تغییر نکرده. هنوز هم وقتی که اوچا از ادامه کمک‌هاش صحبت می‌کنه یا میگه که ما در طول سال 2024 13.9 میلیون نفر کمک کردیم و 9 میلیون از این کمک غذایی دریافت کرده به این معناست که هنوز هم ما نیاز داریم یعنی هنوز هم نیاز به کمک داریم در صورتی که اگر سطح کمک رسانی اوچا پایین بیاید جدا از اینکه یک طرف امکانات کمک رسانی است که اوچا چقدر در اختیار داره یا نیازهای کمک رسان چقدر اختیار داره و طرف دیگه قضیه است که ما چقدر سطح نیازمندی ما بالاست در صورتی که ما می‌بینیم سطح نیازمندی تغییری نمی‌کنه گاهی 13 میلیون گاهی 14 میلیون گاهی 20 میلیون و گاهی 10 میلیون در همین خانه در حرکت است در صورتی که سطح نیازمندی تغییر نکنه به این معناست که بحران بشری با قوت خود در افغانستان باقی است با وصف همه کمک‌هایی که در افغانستان صورت گرفته یعنی فقر به حدی که باید مدیریت می‌شد مدیریت نشده بیکاری در وضعیت کاملا نامشخص خود به سر می‌بره وضعیت ایجاد کار که بتونه منجر به کسب درآمد شود هنوز قابل تعریف نیست. چرا تغییر نمیکنه وضعیت؟ با وجود اینکه پولای هنگفت به افغانستان میمون کنه که اشاره کردین کمک های بشری صورت میگیره جامعه جهانی کمک میکنه و هنوز هم گفتم میشه که 735 میلیون دلار
از 28 جولای تا همین ماه اخیر از جنوری تا جولای اینا هزینه کردن، من روزم 2.3 میلیارد دلار دیگه هم نیاز دارن. بدون شک شما میفهمین همه موضوعاتی که از لحاظ کمک رسانی دچار سوء تفاهم یا دچار عدم موثریت شده ناشی از سوء مدیریت است. شما میفهمین که کمک هایی که جهان به افغانستان کرده کمک های زیربنایی نیست، کمک های دراز مدت نیست، کمک هایی نیست که بحران را ریشه بحران را در افغانستان خشک بکنه، کمک های موقتی و مقطعی برای جلوگیری از رفتن به بحران کلانتر جدی است. در همچنین وضعیتی که ما کمک های موقتی داشته باشیم و این کمک ها به مواد غذایی و البسه و خدمات سی خلاصه شد، طبیعتا که ما در زیربنا، در انکشاف، در توسعه تغییر تجربه نمی کنیم. وقتی که در زیربنا تغییر نبیاد طبیعتا که روی وضعیت کلان اقتصادی هم نمیتونه تاثیر بسیار شامخ و قابل ملاحظه داشته باشه. خیلی خوب می بود که اگر نصف همین کمک ها به بخش زیربنا مصرف میشد، حالا شاهد تغییر وضعیت از لحاظ اقتصاد می بودیم. اما متاسفانه همه این کمک ها شکل زیربنایی را نداشته، با توسعه انکشاف کشور کنم رابطه‌ای نداشته. همه کمک ها کمک هایی بوده که از لحاظ بحران بشری تانسته در کوتاه مدت مردم را یاری برسانند و چیزی که واقعیت عینی هم است، واقعا مردم به این کمک ها نیاز داشتن. بحران بشری در طول 3 سال در افغانستان به حدی بود که سطح نیازمندی را به کمک های بشری به وجه کمک های غذایی خیلی بالا بود و در عموم موقع و تا فعلا هم کمک های غذایی بر افغانستان یک نیاز است. انتظار مردم افغانستان از نیازهای کمک رسان جهانی بوده که در پهلوی کمک های غذایی حداقل کمک های زیربنایی را در نظر می گرفتند، تا ما در بخش زیرساخت های اقتصادی هم یک سلسله دستاوردهای می داشتیم و بیشتر از سطح اعتکاب کمک های جانی وجود نمیداشت. چرا این چیز صورت نمیگیره؟ در حال که افغان ها خودشون خواست میکنن که خب گذشته ما نیاز نداریم به کمک های خوراکی که شما میکنین، اما رو ببرین به کمک های زیربنایی. شما میفهمید که کمک های زیربنایی نیاز به مدیریت داره. مدیریت در حال حاضر در دست دستگاه حاکم در کشور است. جهانی که با حکومت فعلی مشکل داره از لحاظ قانونی، یک نوع مشروعیتی که بین نیازهای بین المللی و نیازهای داخلی برای حکومت افغانستان وجود داشته باشه وجود نداره. این رابطه وجود نداره و این رابطه به صورت درست تعریف نشده. وقتی که رابطه درست نشه، اونا روی مدیریت حکومت افغانستان بیشتر حساب نمیکنن بتون کمک های زیربنایی رو به افغانستان در نظر بگیرن، چون وقتی کمک میره به زیربنا، زیربنا شامل زیرساخت های آموزشی میشه، زیرساخت های خودشون میشه، زیرساخت های نقل میشه، زیرساخت های بخش های مختلف میشه. و در صورتی که مدیریت حکومت افغانستان بر اونها بسیار واضح و مشخص نباشه، اونها نمیتونن بسیار جرأتمندانه وارد کمک های زیربنایی خودشون فکر نمیکنن میتونن مدیریت خودشون در دست بگیرن، اما گونه کمک های بشری مدیریت میکنن. ببینید کمک رسانی از لحاظ مواد غذایی، از لحاظ کیت های صحی یا بهداشتی فرق میکنه تا کمک رسانی از لحاظ زیربنا. زیربنا نیاز به مدیریت داره و نیازهای کمک رسان به حدی به فضای حکومت افغانستان حاکم نیستن یا به جغرافی افغانستان به حدی حاکم نیستن که اونا بتونن کمک های زیربنایی را خودشان مدیریت بکنن. نیاز به همکاری با حکومت دارن، ولی متاسفانه یک رابطه رسمی و قانونمند با حکومت وجود نداره و این باعث شده است که در بخش زیربنا ما کمک های بیشتر از آدرس جان جلب نتونیم. بسیار تشکر برمیگردم. مرسی، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین. فکر میکنین وضعیت بشری در افغانستان در پیمانه ای است که حالا مهار کردنش بسیار مشکل است، یا نه سازمان های جهانی داره وضعیت افغانستان بزرگ نمایی میکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما مهمان محترم، شما همکاران تکنیکی و همه بیننده محترم تلویزیون تلو نیوز. خب در رابطه با این مسئله، بدون شک وضعیت اقتصادی افغانستان مطلوب نیست. به هیچ عنوان فقر در افغانستان گسترده هست، با وجودی که در قسمت آمار ما مشکلات بسیار زیاد داریم، ولی باز هم مطالعاتی شده و سروی هایی که در مجموع وجود داره و تحلیل هایی که از گزارش هایی که نشان میده که فقر و بیکاری در افغانستان بلند است و عاید سرانه‌ای که ما داریم، عاید سرانه ما بسیار زیاد پایان آمده و این نشان میده که ما از جمع کشورهای فقیر هستیم و این یک مسئله بسیار مهم است و جامعه جهانی اولویت های بسیار زیاد داره و در صورتی که در افغانستان فقر وجود نداشته باشه، ایتا دیگه نیاز به نظر ما ندارن که بزرگ نمایی بکنن که بر افغانستان پول بفرستن. یک دوم، یک مسئله را میخوایم تا خلاص اشاره بکنم که ما در قسمت از اینکه آیا کمک ها واقعا موثر بوده یا خیر، با وجود کمک های بشر دوستانه هست و اهداف خود داره و کمتر روی مسائل زیر بناها توجه می داشته باشه، ما یک افغانستان رو در نظر بگیریم که در فکر کنیم در 2 سال گذشته یا بعد از سقوط تا کنون هیچ کمکی به افغانستان صورت نمی گرفت. ما آیا واقعا در شرایطی که امروز قرار داریم قرار می داشتیم، یا با فقر بیشتر، با بیکاری بیشتر، با ثبات نسبی اقتصادی که فعلا داریم و ایره هم نمی داشتیم، یعنی به ثباتی اقتصادی بیشتر؟ بسیار واضح شاید باشه که ما در نبودی کمک ها با مشکلات بسیار زیاد مواجه می شدیم. این کمک ها هرچند مطالعه صورت نگرفته، ولی در مجموع ثبات نسبی را که ما در اقتصاد کلان می بینیم و از نظر مسائل ثبات در نرخ مبادله و مسائل دیگه فقر لااقل در یک حد است،
که بسیار زیاد افزایش پیدا نکرده یا مثلا فقر مطلق زیاد افزایش پیدا نکرده. اما همون گونه که از آمارهای شما اشاره کردین میرسه، اگر مثلا امروز 13.4 یا 13 میلیون تن در افغانستان نظر به گزارش اوچا نیاز به کمک‌های بشری دارن یا داشتن، می‌بینیم ماه بعدی افزایش پیدا می‌کنه با وصف از اینکه کمک‌ها میاد به افغانستان، به واسطه اینکه مهار شود یا حداقل حفظ شود میامار، در حال حاضر افزایش داشته یا افزایش پیدا می‌کنه. خب مثلا از این بهتر یک عوامل متعدد در ما باید نظر بگیریم. مثلا مهاجرینی که اخراج میشن از ایران و از پاکستان بهترن سر نفوس مجموعی افغانستان و کسایی که نیازمند به کمک میشن در داخل افغانستان تغییر وارد بکنه. یک دوم حادثات طبیعی که میشه، سیلاب هایی که میشه، مردم متضرر میشن و به جمع کسایی که آسیب پذیر میشن و به نیازمند به کمک میشن میافزایه. دو سوم مثلا این است که ما باید رشد نفوس در نظر بگیریم. نفوذ افغانستان رو به رشد است و اگر رشد عمود درصد باشه باز هم به ما نشان میده که خب ما با افزایش در حقیقت بیس نفوذ یا مبنای نفوذ ما در حقیقت با نفوذ بیشتر هستیم و یک قسمت بیشتر از نفوذ چی است و تحولاتی که در داخل کشور میه، پروژه هایی میباشه تکمیل میشن، کمک هایی مثلا میباشه کم یا زیاد میشن، همش میتونه که میزان کسایی را که نیازمند کمک هستن یا افراد نیازمند کمک هستن در کم و یا زیاد بسازه. یک دوره یک شخص در یک پروژه کار میکنه و یک 500 نفر در یک پروژه کار میکنه، بعدا پروژه ختم پیدا میکنه و افراد دیگه کار ندارن. هم از این مسائل هست که ما را در مجموع میتونه با یک وضعیت مواجه بسازه که در حقیقت نمیتونیم یک رقم ثابت همیشه بتیم و این مسئله است که فکر میکنم که نرخ کسایی که نیازمند هستن همیشه در حالت تغییر است و یک رقم ثابت نمیتونیم داشته باشیم. درست. اما تغییری که بسیار زیاد هم میباشه، تغییری که مثلا از 20 میلیون به 14 میلیون میه، این هم بدون شک مسئله مهم است از نظر پلیسی که چرا قدر 6 میلیون نفر در جمعیت در یک سال افزایش پیدا نمیکنه و 6 میلیون نفر به افغانستان در یک سال پس نمیه. این هم نیازمند تحقیق است و به آمار نیاز داره و به ای که آدم ریشه‌یابی بکنه که عاملش چی است. این باید که بدون شک درست. اما باور برعکس هم در حاکمیت امارات اسلامی همی است که سازمان‌های جهانی به ویژه سازمان ملل، نهادهایی که در افغانستان فعالیت میکنه، وضعیت افغانستان رو بزرگنمایی کردن به خاطر اینکه تایی که بتونن امو فن به دست بیارن و یک نوع تجارت از دید از اینا با باور از اینا بر سر افغانستان جریان داره. خب من فکر میکنم که نهادها وظیفه شدمی است که بیان و کار بکنن. اینا فند اگر میارن فند به اصطلاح در حقیقت در یک کشور توزیع میشه و یک قسمت از طرف مسائل عملیاتی میشه. اگر واقعا این نهادها نباشه، من بر شما این از لحاظ اقتصادی براتون تضمین میکنم که هیچ بانک مرکزی در افغانستان، بانک مرکزی در افغانستان نمیتونه نرخ مبادله را در حقیقت با ثبات حفظ بکنه. شما میفهمید که آمدن این کمک ها چقدر اساسی است و این نشان میده که افغانستان نیازمند است و آسیب پذیر است و بزرگنمایی وسط افغانستان دیگه به نظر من وقتی که بقدر افغانستان وابسته باشه که نرخ مبادله خود در نبود کمک ها نتونه مدیریت بکنه، بدون شک افغانستان وابسته هست و این بزرگنمایی نیست به نظر من. بسیار تشکر، سپاسگزارم. یعقوبی صاحب، حالا از دید شما فکر میکنین تضاد از کجا منشأ میگیره؟ یک طرف میگن که وضعیت افغانستان رو به وخامت هست، اقتصاد افغانستان در پرتگاه سقوط قرار داره، ولی برعکس کابل این فکر داره که نه، ما داریم در یک مسیر درست حرکت کردیم و قرار است یک شگفتی اقتصادی هم شکل بگیره. حتی از خودکفایی هم صحبت میشه با پلیسی که در دست. خب ببینیم، برای از اینکه ما تضاد را بیشتر مشخص بسازیم کدام طرف واقعیت مسئله را میگه، بیشتر شما وقتی که به میدان عمل بیاین ببینین اقتصاد افغانستان را ارزیابی بکنین، بعضی معیارها را شما در نظر میگیرید. مثلا از لحاظ تولید ناخالص داخلی به افغانستان در چه جایگاهی قرار داره، از لحاظ ایجاد اشتغالزایی در افغانستان در طول سالهای اخیر چی پیشرفت‌های صورت گرفته، از لحاظ کاهش سطح فقر یا افرادی که زیر خط فقر بودن در اونها چقدر تغییر آمده. وقتی که معیارها را شما روی میز میگذارین طبیعتاً میبینین کدام تغییری بسیار قابل لمسی را مشاهده نمیکنین. با توجه به این معیارها هر کسی بر خود حق میده که وضعیت اقتصادی افغانستان را به شدت نامطلوب بخوانه. شما وقتی که میبینین که امروزه در دسترخوان مردم افغانستان نه تنهایی که با گذشت شعارهای حکومت پیشین وجود داشت تغییر آمد، ولی تغییر به صورت کاملا برعکس بود، یعنی نانی هم که در دسترخوان وجود داشت از بین رفت. شما یعنی در وضعیت بسر میبریم که 90% پول یا 90% امکانات در دست 10% مردم است و 10%
ده فیصد امکانات در دست 90% مردم است. یعنی یک توازن یا بیلانس در توزیع یا تامین نیازها وجود نداره. با توجه به این وضعیت من فکر میکنم که بیشتر نیازهای جهانی نسبت به واقعیت اقتصادی افغانستان واقعا بجانبانه و واقع بینانه اظهار نظر میکنن. با توجه به اینکه حکومت افغانستان هم حق داره از لحاظ مدیریتی خودش دفاع بکنه و مدیریت اوضاع را کاملا خوب بخونه و اموست ابتکارات نوآوری‌های خودشان از لحاظ اقتصادی یک پوینت مثبت یا یک دستاورد مثبت به خودشان بخونه، یک بجانب از حکومت هم. ولی وقتی شما به واقعیت مسئله اقتصاد افغانستان برمیگردید، در اقتصاد افغانستان کدام تغییر قابل ملاحظه نمیبینیم. هر تغییری هم که هست، تغییر گفتن نمیتونیم، یعنی ثبات نسبی اگر گفته بتونیم که ثبات نسبی هم که هست، اینم مدیون کمک‌های خارجی است. یک مثال که آقای میرسی بهم گفتن که اگر کمک‌های خارجی یا بسته‌های 40 میلیون دلاری به ویژه نمی بود، بانک مرکزی افغانستان توان یا پتانسیل حفظ ثبات پولی در افغانستان نداشت و با گذشت هر یک هفته یا دو هفته 13 یا 14 یا 15 میلیونی که به بازار افغانستان اعلام میشه، این تونستم قدرت پول افغانی در مقابل اصل. ولی طرف هم یک امتیاز به خودش میگیره، میگه نه سیاست‌های پولی بوده که تونستم ثبات پول افغانی را حفظ بکنم. خب در این شک نیست، وقتی که سیاست پولی است، من نمونه مثال میگم که شما امروز به بانک‌های افغانستان مراجعه بکنین، امروز قدرت نقدینگی در بانک‌های افغانستان به شدت کاهش یافته است. در بانک‌های افغانستان قدرت واریز کردن یا پرداخت تن پول مشتریان در حال حاضر وجود نداره. ما لازم نمیبینیم که نام از بانک ها ببرم، ولی شما وقتی که یک تیم تحقیقاتی اگر ایجاد شود بره و بانک‌های افغانستان مراجعه بکنه، جدا از چند تا بانک معدودی که هم در دایره حکومت است و فضای تحقیق وجود نداره، یعنی فرصت تحقیق در اون بانک‌ها داده نمیشه، ولی در چند تا بانکی که در افغانستان فعالیت میکنه مراجعه بکنید، در حال حاضر پول کافی نداره که پول مشتریای خود را دوباره واریز بکنه یا پرداخت. این نشان میده که ما از لحاظ مدیریت پولی یا از لحاظ سیاست پولی یا از لحاظ چگونگی نظام بانکی در افغانستان دچار مشکل هستیم و در بخش‌های مختلف مشکلات وجود داره. نشان میده وضعیت اقتصادی ما گونی میشن فکر میکنین چقدر میتونه بجا باشه عقوبه سی بسوی نهادهای جهانی که است؟ بیشتر هم تخمین زدگی است، تخمینی است. و چگونه باید آمارگیری بکنیم؟ نقش امارات اسلامی چقدر مهم است به عنوان یک طرفی که حالا میگن که خب به سطحی که سازمان ملل میگن یا آمارایی که ارائه میکنن به اون شکل نیست، خود چقدر خودشون مسئولیت برشون برمیگردن که اونها که آمار ارائه بکنن حداقل بفهمیم که واقعا سطح فقر در افغانستان در چه میزانه است؟ سوال خیلی خوبه اشاره کردین. در صورتی که حکومت امارات اسلامی افغانستان یا مدیران اقتصادی کشور آمارهایی که نهادهای کلان خارجی و نهادهای جهانی میتن را اشتباه میخوانن، خیلی خوب از خودشان فضای آمارگیری را فراهم بکنن، خودشان آمار بدن، بعد آمار حکومت با آمار نهادهای خارجی یک مقایسه صورت بگیره که حق با کیه. در صورتی که هم طرف حکومت آمارگیری نکنه، همون سمپلینگی که از لحاظ مدیریت اقتصادی لازم است انجام نته و این طرف آمارهای بیرونی را نسبتا ناقص بخونه، من فکر میکنم یک سوء تفاهم ایجاد میشه در قسمت مدیریت اوضاع اقتصادی در کشور. وقتی که ما میایم رد میکنیم آمارها را یا ارقامها را یا گزارش جانی را، خیلی خوب است ما بدیل داشته باشیم برای گزارش که این گزارش اشتباه است ولی گزارش درستی است، وضعیت واقعی و حقیقی اقتصادی کشور ما به درستی نمایش بدیم. در صورتی که هم خودمون نمیایم گزارش نمیتیم وضعیت اقتصادی کشور را و هم گزارش های بیرونی را ناقص و اشتباه میخوانیم، در هم چک وضعیت پس چگونه میشه که وضعیت اقتصادی افغانستان را ما پردستاورد بخوانیم و بگیم که ما مدیریت درست کردیم اقتصادی کشور. در هم چک وضعیت نیاز داشتی حکومت امارات اسلامی افغانستان هم در قسمت ارائه گزارش های اقتصادی به مردم پاسخگو باشه. بسیار تشکر. میرسه یک نقطه که وجود داره در رابطه با هایف مایل این کمک ها است از سوی سازمان ملل، مثلا میشه میره چند دست تقسیم میشه نهایتش تا اینکه به یک زینف میرسه، از یک پروسه یک مرحله بسیار طولانی را طی میکنه و در کنارش مصارف عملیاتی نهادها است. چقدر فکر میکنین این مصارف عملیاتی گزاف تاثیر گذاشته بر اینکه بتونه موثر باشه کمک ها بیشتر به مردم؟ بدون شک مطالعاتی که صورت گرفته در هر کشور دنیا تقریبا در کشورهای روبنگشافی که کمک دریافت میکنن، مطالعات عملیاتی یکی از مسائل بسیار مهم است و در افغانستان هم به دلایل مختلف مانند نبود مثلا برق، نبود مثلا امنیت یا امثال از اینا، بلندتر کرایه و امثال مسائل، مصارف عملیاتی بلندتر است و خارجی هایی که میان در افغانستان کار میکنن اونا با میگن به کشور پر از خطر میرن و با بزد کمتر کار نمیکنن. اینا 10 برابر 20 برابر یک کارمند محلی معاش میگیرند ولی اون معاش بدون شک در کشور خود پیدا کردن نمیتونن و اونا حاضر میشن برن در کشور پر از خطر به نظر خودشان کار میکنن و از این نقطه نظر مصارف عملیاتی بلندتر هست. مسئله دوم هست که افغانستان متاسفانه نتونست در 20 سال گذشته یا 22 سال گذشته در مجموع سیستم را بسازه که انتقالات کمک ها به طور اگر نقدی مخصوص می باشه که از طریق دیجیتال صورت بگیره، به حسابات بانکی مردم صورت بگیره چون زیربنا مشکلات خود داره، یا از طریق تلفن های موبایل صورت بگیره، تا نیاز به انتقال فیزیکی کمک نباشه. انتقال فیزیکی کمک در جغرافی های دشوار افغانستان بخصوص در فصل سرما بدون شک هم پرچالش است و بسیار هم پرازینه هست و این بدون شک سر موثریت کمک ها و مقدار کمک حقیقی به مردم میرسه تاثیرگذار است.
و کار کردن و روی مسائلی که بتونه از طریق دیجیتال پول بر خانواده ها انتقال بده مسئله مهم است، ولی در این هم یک چالش وجود دارد در همه دنیا و ایست که کسایی که سیاست از این مسائل یا پالیسی از این مسائل در حقیقت تدوین میکنند میگن که آیا تاثیرات انتقال پول نقد بر خانواده ها بیشتر است یا ای که برشان بسته های غذایی فراهم شود و مواد خوراکی برشان توزیع شود، به دلیل دیگه که بعض خانواده ها هستند پول نقد برشان میرسه، اولویت هایشان معلوم نیست، ایواز صحت مثلا میرن اگر یک معتاد داشته باشن پول به زور میگیره از پیش اعضای خانواده خود و به اعتیاد خود به مصرف میرسانه. اونا میگن که خب ما خیلی به اون خاطر است که این کمک ها را به شکل میرسانیم که پول نقد در اختیار خانواده قرار نگیره، یا اگر قرار میگیره کمتر باشه بیشتر به شکل فیزیکی باشه، مثلا مواد غذایی یا کمک های استهی یا امثال از اینا. و این بدون شک مطالب عملیاتی بیشتر در کشور که زیربنا ندارد، در کشور که مثلا جغرافیاش پیچیده هست این بلند میباشه و یک قسمت زیادی از من گفتم میتونم دقیقا به این که به آمار نیاز است که معلومات نیاز است که خود نهادهای امداد رسانی که برسن، ولی حد زده میشه که بین 30 الی 40% و از WFP آمار ما داشتیم اونا تقریبا 6% گفتن که اینا با مصارف عملیاتی دارن و از برنامه سازمان خاربار و کشاورزی مونا گفتن که تا 20% مصارف عملیاتی دارن. اما فکر میکنین میرسه چقدر نیاز است؟ خب سازمان ملل خودش یک سازمان معتبری هست، یک سازمان یا یک نهاد معتبر در دیگر وجود داشته باشه به گونه مستقل بر فعالیت های نهادهای سازمان ملل در افغانستان اونا نظارت داشته باشن تا اینکه شفافیت تضمین شود. بدون شک میتونه که گروه های داخل سازمان ملل به شکل یک گروه تحقیقی مثلا به افغانستان و مؤثریت کمک ها را ارزیابی بکنه و مطالب عملیاتی شده، به خصوص این میتونه شود نهادهای نهادهای خود سازمان ملل داشته باشه، نهادهای سالسی که مثلا از یک کشور بره مطالعه کنه، این قدر زیاد برای نها جالب نیست. اما میتونن در داخل خود سازمان ملل گروه های مستقل در حد شکل بگیرن که بیاین و ارزیابی بکنه و میتونه صورت بگیره. دولت ها هم خودشان میتونن که ارزیابی کار کرده خود توسط یک کمیته مستقل مثلا طور مثال یا یک کمیسیون که تشکیل میتن انجام بدن. و در قسمت هزینه هایی شما گفتین، ما در قسمت هزینه 6% میتونم گفته که آدم شک میتونه داشته باشه. 6% در کشور مثل افغانستان که دریپنا نداره و از طریق سیستم بانکی پول انتقال پیدا کردن نمیتونه، به خصوص با مردم که همه مردم به سیستم بانکی وصل نیستن، این بسیار کم است و فکر میکردم که شاید البته این پول را که میرن به نهادهای کمک رسان دیگه باز بعدا تقسیم میکنن از طریق حسابات بانکی شون انتقال پول که از بیرون میاد، این اگر در حقیقت محاسبه کنن شاید درست باشه، ولی اگر اینکه اینا جنس خریداری بکنن و مردم مواد خوراکی مثلا تقسیم کنن و توزیع کنن، این فکر میکنم که بسیار هزینهش بلندتر است و شاید 20 الی 30% باشه و این میتونه متحول باشه نظر به شرایط، نظر به فصل ها، نظر به اینکه به کدام جغرافیای افغانستان کدام بخش انتقالش میدن و اوسط شاید هم 20% یا 25% باشه. بسیار تشکر، برمیگردم به جنبندی یعقوبی صاحب. خب با توجه به اینکه همواره سازمان جهانی یا هم جامعه جهانی در کل گفته که یک نوع تعهد اخلاقی در برابر افغانستان داره و کمک های بشری را به اساس اینا ارائه میکنند، تا چه زمان فکر میکنین قرار است کمک ها ادامه داشته باشه و ما چی برنامه نیاز داریم روی دست بگیریم در داخل افغانستان تا دیگه متکی نباشیم به کمک خارجی؟ خب با توجه به تعهد اخلاقی که نیازهای سازمان‌های خارجی ارائه می‌کنن، این ما فکر نکنیم که در حال حاضر یا به این زوری ها ما این توانایی را پیدا بکنیم که از کمک‌های نیازهای خارجی دیگر استفاده نکنیم و دیگر نیازمند به کمک‌های خارجی نباشیم، چون در داخل افغانستان ظرفیت مالی و اقتصادی ما به حد قوی نیست که ما در این زوری ها بتونیم به کمک‌های خارجی پشت پا بزنیم و بگیم که دیگر ما به کمک‌های خارجی متکی نیستیم. اگر کمک‌های خارجی در طول این 3 سال وجود نمی داشت، متاسفانه اگر بگویم که وضعیت اقتصادی افغانستان به شدت زیانبار و پرچالش می بود که حتی مدیریتش در توان حکومت فعلی نمی بود و سطح آسیب، سطح خساره و سطح آسیب‌های اقتصادی به مردم افغانستان بیشتر از این مردم قربانی می گرفت، اول باید از کمک‌های جهانی نهایت سپاسگزار و مدیون باشیم که حداقل تونستن تا این 3 سال وضعیت اقتصادی افغانستان رو تا حدی مدیریت بکنن، هرچندی که مدیریت قابل توقع نیست، ولی حداقل باعث شدن که بحران اقتصادی یا بحران فقر بیشتر از این جدی‌تر نشه و اما کنترل فقر در افغانستان را به دست بگیرن. در پهلوی از این که باید کمک‌های خارجی در وضعیت اقتصادی افغانستان جلب شود و یک سلسله تعهدات از سوی حکومت افغانستان به نهادهای کلان خارجی باید داده شود، در قسمت حفظ امنیت و مسئولیت کمک‌ها و در قسمت فراهم کردن فضای شفاف و امن برای توزیع کمک‌ها و در قسمت ارائه یک سلسله چارچوبایی که بتونه نهادهای کلان خارجی را در قسمت توزیع
کمک ها مطمئن بسازه باید حکومت افغانستان به این نیازها اطمینان کامل بده. در پهلوی از حکومت افغانستان هم کارهای خانگی داره باید انجام بده، نمیشه که ما به دائم نیازمند کمک های خارجی باشیم. جدا درست از کنا به لحاظ تعهد اخلاقی که دارن، به لحاظ وظیفه بشر دوستانه که دارن، یا به لحاظ همو حس انسان دوستی که دارن، افغانستان دستیاری پیش میکنن و کمک های خود را ادامه میدن. ولی این طرف به لحاظ یک حکومت ایجاب نمیکنه که ما به گونه 100% متکی به کمک های خارجی باشیم. حداقل ما خودمان هم باید برنامه اقتصادی بریزیم، سطح نیازمندی به کمک خارجی را نسبتا پایین بیاریم، چون شاید کاهش کمک هم بودیم، چون گفتم میشم که بدون شک به هر اندازه که مدیریت در افغانستان بیشتر مشخص و قابل تعریف نشه، به همون اندازه نیازهای کلان خارجی و نیازهای مالی هم از کمک رسانی به افغانستان نسبتا متاثر و ناامید میشن و این سطح کمک ها را پایین میاره. پیش از اینکه کمک ها به گونه کامل قطع شود، حداقل حکومت افغانستان یک چارچوب و طرز عمل ویژه را برای مدیریت وضعیت فقر در افغانستان در نظر بگیرد. و در جمع بندی اگر کدا اشاره بکنین، فکر میکنین افغانستان روز میتونه متکی به خودش باشه، نیاز به کمک های خارجی نداشته باشه با توجه به برنامه‌ای که داریم، پالیسی‌هایی که تعریف میشه اقتصاد تا زمانی که ما یک سیاست قوی و منظم در داخل حکومت افغانستان نداشته باشیم و این سیاست قوی اقتصاد کشور را درست مدیریت نکنه و سیاست اقتصادی در افغانستان به گونه‌ای که لازم است در افغانستان اعمال نشود، معیارها یا اصول تجارت جهانی در افغانستان یا اقتصاد جهان در افغانستان در نظر گرفته نشود، من فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها ما بتونیم اقتصاد با شدت پویا و شکوفا داشته باشیم. مشروط بر این که ما یک حکومت قوی، یک سیاست قوی، یک نظام اقتصادی قوی داشته. بسیار تشکر. جنبدی شما چی اساس این بحث فکر می‌کنین؟ در کنار از اینکه از مزیت پرسیدین و گفتین که خود کمک‌ها تناسب تا اینجا کارمو بحران بشری افغانستان مدیریت بکنه، اما اتکای بیشتر به کمک ها چه از راه رو میتونه داشته باشه؟ بدون شک اتکای بیشتر و کمک ها حتی به شکل دیگه یک بحث دیگر و بسیار کوتاه اشاره میکنم، کشورهایی که مثلا نفوسشان بیشتر، مردمشان بیشتر در خارج زندگی میکنن و به شکل کمک به خانواده های خودشان میکنن، حتی این هم به ضرر اقتصاد هست، ما را بیشتر در حقیقت تنبل و مخاطب می‌سازد و این بسیار گپ واضح هست در از نظر سیاست‌های اقتصادی که در روش بحث می‌شود در دنیا. اما مهم است ما بدون شک اگر کمک‌ها را دفتنی کاهش بدیم، برش بدیل دفتنی نداریم، به دلیل اینکه ما نیازمند هستیم که هم از بنای اقتصادی افغانستان دور بکنیم و نیازمند کمک هستیم. ما نیازمند هستیم که در افغانستان دولت تعریف بکنیم، حکومت رسمیت ببخشیم، در افغانستان مسائل سیاسی را حل بکنیم. همه از این مسائل سر اقتصاد افغانستان تاثیرگذار هست و تا وقتی که مسائل حل نشه، ما فکر میکنم بسیار دشوار است که ما انتظار داشته باشیم کمک‌های جامعه جهانی کاهش پیدا کنه و همزمان با او ما به رشد اقتصادی پایدار و وضعیت برسیم که نیازمند کمک نباشیم. بسیار تشکر، سپاسگزارم آقای میرشکیب میر و آقای شاکر یعقوبی، آگاهان اقتصادی از حضورتان در این بخش از محور. خیلی خوش اومدین. با پایان محور از شما هم سپاسگزارم. بقیه شبتون بخیر.